تصویرمون رو تا یک جایی کار کردیم و وارد این مرحله شدیم که تصویر اولیه رو داشتیم و نقاطی که خواستیم رو روتوش کردیم. اگر نگاه کنیم این مقدار کار روی کار انجام شده. خوبی این کار اینه که ما در نظر گرفتیم که چیزهای مثلا خالها و لکهای نقطه‌ای رو برداریم، به صورت دستی میخواییم این پورتره رو کار کنیم و بعد بریم سراغ موارد اتوماتیک. خب وقتی صورت رو تمام کردیم شما به این پورتره برسین، مجدد که نگاه کنیم میبینید که هنوز لکهای داخلش هست. این یکی از معایب همین روتوش اینه که شما هر چقدر به صورت دستی کار کنین باز هم موارد خاصی رو ببینین که موزل ساز میشه، که اینها رو توی آموزش ها به زودی بیشتر راجبش صحبت میکنیم. ولی اینکه میخوام این مطالب رو به این صورت یاد بگیریم به خاطر اینه که دستمون بیاد چه ابزارهایی رو کنار کار میتونیم استفاده کنیم، هرچند توی کارهای کم روتوش میتونیم به صورت دستی هم عمل کنیم. خب قسمت بعدی که ما میخواییم بریم سراغ سفیدی چشم ها و موهای پراکنده. خب به این کار هم میتونم توی همون لایه یا یک لایه جدید میتونم از ابزار استامپ استفاده کنم. اگر از حالت نرمال استفاده کنم اتفاقی که میفته به این صورت ممکن کار رو کپی کنیم. ما میریم از حالت لایتن استفاده میکنیم. ما دوتا گزینه لایتن و دارکن داریم که اتفاقی که میفته این دوتا اجازه میدن تصویر ما جاهایی که تیره تره طبق همین فرضی روشنسازی براش انجام میشه. خب برای ادامه این کار اوپاسیتی رو کمتر میکنم، به خصوص جاهایی که برای گوشه ها میخوام. چیزی که هست انتخاباتون حواستون باشه توی محدوده خاص خودش قرار بگیره. چند چیزی رو من انجام دادم، میتونم کمی از اوپاسیتی رو هنوز کمتر کنم، از قسمت های دیگه ای لایه بیارم توی کار. حواستون باشه اینجا هم سمپل رو روی current and below یا all layers میذارم. وقتی all layers میذارین ممکنه بعدا لایه قبلی این روزا مثلا ککومک ها این یکی رو هم بذارم سفیدی چشم. خب رگ داخل چشم رو برداشتم، این وسط هم اگر چیزی مثل این مو بود داخل کار اینها رو هم به این صورت بردارم، برشم کوچکتر کنم، اون چیزی که میخوام رو به دست بیارم. خب چشم بعدی هم به همین صورت. این که لایه لایه کار میکنیم کمک میکنه بعدا اگر لایه رو نخواستیم خیلی سریع حذفش کنیم یا تغییرات رو داخلش اعمال کنیم. این خوبی که داره از بابت لایه ها زمانی که مود لایه روی لایتن یا دارکن مود براش رو روی لایتن یا دارکن قرار میدین، سعی کنین اوپاسیتی کار رو کمتر کنید تا به نتیجه بهتری برسید. خب تمام این قسمت هم کافیه. خب لایه بعدی رو ایجاد میکنم برای استیری هیرها یا موهای به هم ریخته. چند مدل موی به هم ریخته داریم؟ اولا موهایی هست که در حاشیه کار مثل چنین موهایی قرار میگیره. دوم یه سری موهایی داریم که روی موها قرار میگیرن. اینها باعث میشن که بذاری من از براش هم استفاده کنم. پس شد یک دسته این موها هست، یک دسته این موها هست که روی کار قرار گرفته، یک دسته این رفلکتی که اینجا قرار داره میخوای منظم تر بشه نظم این قسمت ها هست، موهایی که اینجوری روی گوش قرار داره و حالا موهایی که در حاشیه پوست صورت قرار گرفته. اینها رو سعی میکنیم و موهایی که حالا ممکن روی صورت، روی اجزای دیگه، روی گوش، روی بینی، روی چشم،
اینها قرار گرفتوش که توی سفیدی چشم ها من یک دونش رو هم حذف کردم. خب مورد دیگه که حتما حواستون باشه خیلی مصنوعی کار رو انجام ندین، چون اگر این کار رو مصنوعی انجام بدین زیادی حذف کردن همه چیز هم خوب نیست. اجازه بدین قسمت هایی بمونه. مجدد استامپ رو برمیدارم، کمی بزرگترش میکنم. از همین قسمت شروع میکنم کار کردم. اینجا هم چون پس زمینه روشنه از مود لایتن استفاده میکنم. میریم جلو. حواستون باشه انتخاب ها طوری باشه که کار صدمه نزد. هاردنس رو کمی کم تر میکنم و این حالتی من هی دستم زیمون کچیک در کنم که راحت در بشه. راجع به مدهای لایه بعدن این مبحث جدایی صحبت میشه که راجع به براش ها و هر چیزهای دیگه هم خواهد. تکنیک دیگه برای حذف همین استیری موها یا موهای پرکنده در اطراف اینه که حالت همین محو شدگی رو ایجاد میکنن براش، یعنی که یه حالت لور رو برای پسامنه اطراف ایجاد میکنیم تا اون چیزی که میخواییم رو به دست بیاریم. خب این هم از این قسمت سری موهای اطراف اوکی شد. چنین حالتی رو خواهیم داشت. قبل و بعد رو میزنم. طوری باید این کار رو انجام بدیم که به کار لطمه نزنه. حالا میتونیم مثلا قسمت هایی مثل این رو هم حذف کنیم یا برای طبیعی بودن کار نگه داریم. خب باید قسمت های داخلی میشم. اینجا ها هم به همین صورت ولی با اوپاسیتی کمتر شروع کنیم کار کردن. خب هاردنس همون کمتر میکنم اینجا دیگه چون بافت دارم و روی کارها کشم تا اون چیزی که میخوام رو به دست بیارم. اگر توالت معمولی از استامپ استفاده کنیم ممکنه باعث تغییر رنگ یا تغییر حالت کارمون بشه. خب استیل کمی باز بیشتر میکنم، برش رو متناسب کوچکتر میکنم. دو دفعه سه دفعه اینها رو تغییر.
به صورت کلی هم کمی میکشم تا اون حالتی که میخوام رو ببینم به چه صورت در آمد. یه سری لکه ها اینجا ایجاد شده که ممکن اذیت کننده باشه. چند روش میتونم کار کنم. یکی میتونم اریزر رو بردارم و این قسمت ها رو کمی پاک کنم تا اون حالت یک نواختی رو مثل قبل پیدا کنم، یا میتونم تنظیمات رو طوری تغییر بدم که کارم رو ادامه بدم. خوبی پاک کردن دقیقا همین خوبیه که با یه جدا داشتم، به این صورت میتونم بشتم. خب یه جاهایی احتیاج داریم، حالا من مثلا یه جاهای دیگه هم میتونیم اینها رو مثلا اوکی کنیم پیش بیم. خب تمام به هم ریختگی اینجا بد نیست، خوبه و مقدار اونقدر زیاده که نمیتونیم کاری بکنیم. ما میتونیم در حد این خطایی که اینجا مزاحمه اینها رو برداریم. اگر لازم بود در جاهایی مثل این قسمت هم میتونیم از این ابزار استفاده کنیم. هاردنس رو کم میکنم، اپاسیتی رو کم میکنم. تا همزمان این چیزی که میخواد بره بتونم انجام بدم.